بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، خوش آمدید به فصل ششم قسمت چهارم. در این قسمت حد ارتباط و یک کاردینالیتی را به تشریح میگیریم. برای هر یک از جدول های شرکت کننده در یک ارتباط میتونیم یک حد مشخص کنیم که حد اقل و حد اکثرش را مشخص کنیم که حد اقل چند نمونه از جدول سمت چپ با چند نمونه از جدول سمت راست در ارتباط میتونه باشه. یکی حد اقل است، مینیمم است، یکی مکسیمم است که میتونیم به این شکل نشان بدیم. برای هر یک از جدول های شرکت کننده در یک ارتباط میتواند یک حد مشخص کرد. این حد نشان دهنده حد اقل و حد اکثر تعداد نمونه های هر دو جدول بین یکی دیگر میتونه باشه که در خود ایر دیاگرام به این شکل نشان داده میتونه. مثلا از جدول دانشجو، یک دانشجو و یک پنج دانشجو، حداقل یک دانشجو، حد اکثر پنج دانشجو میتونه یک درس را انتخاب کنه، و یکی یک درس میتونه توسط هیچ محصل انتخاب نشه و یکی حد اکثر 20 محصل انتخاب کنه. نوع دیگر از ارتباط که است شرکت اجباری و اختیاری است. در خود ارتباط ما اگر مشخص کنیم که این ارتباط شرکتش اجباری است و یکی اختیاری است، او را به چه شکل نشان میدیم؟ مثالی داریم، مثلا محصل هست که در جدول محصل نامش ذخیره هست، اما اختیاری برش گذاشته شده که از جدول کتابخانه کتاب قرض میگیره و یعنی حتمی نیست. اما در صورتی که تو باشه که یک جدول حتمی و حتمی با جدول دیگه در ارتباط باشه، یک نمونهش حتمی حداقل با یک نمونه جدول دیگه در ارتباط باشه، او رو به نام شرکت اجباری یاد میکنیم، و یا یکی اون مندیتری که اجباری است و یا یکی آپشنال که اختیاری است. جدول هایی که در یک ارتباط شرکت دارن، نوع ارتباطشون میتواند اجباری و یا یکی اختیاری باشند. اگر مقدار حداقل اشتراک یک جدول در یک ارتباط باشد، به این معنی است که نمونه های از این جدول می تواند وجود داشته باشد که اصلا در ارتباط شرکت نکنند. اوت نمونه هایش می تانه باشد. در این حالت شرکت جدول اختیاری می گوییم، و در غیر این صورت شرکت جدول در ارتباط چی می باشد؟ اجباری می باشد. در یک ارتباط یک به چند، اگر نه مشارکت جدول سمت چند اجباری باشد، این جدول یک جدول وابسته است که وابستگی آن به جدول سمت یک می باشد. و صرف در صورتی که ارتباط ما یک به چند باشه، سمت چند اگر خود شرکتش اجباری باشه، یک نوع وابستگی است که وابستگیش به جدول سمت یک می تانه باشه. چه قسم نشان داده میتونیم؟ خود فرض مثال، اگر جدول دانشجو داشته باشیم و جدول درس داشته باشیم، اگر بخواییم مندیتری یا شرکت اجباری باشه بالای خود خطی که وصل میکنه ارتباط را با جدول ما، یک خط مستقیم یا افقی رسم میکنیم، این نشان میده که خود شرکت ما اجباری است و یا ای که هیچ چیز رسم نکنیم. اگر بالای خود خط مستقیم ما شکل او یا شکل صفر نوشته شده، در اون صورت این ارتباط ما از این سمت جدول دانشجو اختیاری میتونه باشه، و یا اینکه بعضا به دو خط هم نشان میدیم. یک نوع ارتباط دیگه ارتباط از است یا هست یک. این نوع ارتباط چی وقت میتونه باشه؟ اکثرا وقتی که مسئله object oriented یا مو مسئله مدل شایگرا میتونه باشه که یک کلاس داشته باشیم، چندین از او کلاس پدر، چندین کلاس چایلد داشته باشه، در اون صورت ما از این نوع relationship استفاده میکنیم. فرض مثال، اگه بگیم جدول ویکل یا وسیله نقلیه داشته باشه و جدول موتر داشته باشیم، جدول مثلا کشتی داشته باشیم و جدول مختلف داشته باشیم که جزء یک سبست از خود وسایت نقلیه میتونه باشه، این نوع ارتباط در بینشان وجود میتونه داشته باشه. مثلا خود موتر هم یک وسیله نقلیه است، موتورسیکل هم یک وسیله نقلیه هست.
و جدولی که پدر میتونه باشه خود وسیله نقلی است و جدولی که سب یا فرعی یا چایلدشان میتونه باشه جدول چون موتر، موترسیکل و جدول مختلف دیگه میتونه باشه که ارتباط در سب تایپ سوپر تایپ ریلیشنشپ هم میتونیم و تشریح بگیریم. نوع ارتباط بین دو جدول است و زمان برقرار است که جدول دوم حالت خاص‌تر از جدول اول باشد. جدول اول ما که خود ویکل بود یا وسیله نقلیه بود، جدول دوم ما نوع خاص‌تر از اوست که موتر است. خود موتر یک نوع وسیله نقلیه هست با چند صفات خاص و خاص‌تر خود. به عبارت دیگر جدول دوم بر علاوه یک یا چند صفت اضافه‌تر مخصوص خودش همه صفات‌های جدول اول را هم داشته باشد. هر موتر حتمی یک وسیله نقلی است اما صفات خاص خود را هم داره. اون صفات هایی که صرف مختص به خودش میشه در جدول اولی و یک در جدول دیگه سبستایش یا در امون لول خودش دیگه جدول نداره، اونا رو به نام specific attribute یا صفات خاص که صرف مربوط خودش میشه میتونیم یاد کنیم. این ارتباط در واقع همان ارتباط وراثت بین دو جدول است که وقتی که این نوع ارتباط بین دو جدول باشه از جدول اولی تمامی سودینهایش توسط جدول دومی به ارث برده میشه و یک نوع مسئله وراثت در بینشان میتونه باشه. تمامی سودینهایش میتونه به ارث ببره و ای که اگر جدول پدر با کدام جدول دیگر در ارتباط هم باشه نه تنها تمامی سودینهایش بلکه خود ارتباطی که خود جدول پدر داره او ارتباط هم به ارث برده میشه. این ارتباط بیشتر در دیتابیس‌های شایگران مناسب و مفید است چرا که با رعایت سلسله مراتب مفهومی بین جدول‌ها از تعریف صفات تکراری در آنها خودداری می‌کنیم. اما صفات را که فرض مثال نام ویکل آیدی نمبر یا نمبر پلیت باشه و دیگه مشخصاتش باشه جام یک فرد هست و خود کارمند هم یک فرد است. تمامی صفاتی که فرد داره هم او را هم میتونه دانشجو داشته باشه هم میتونه کارمند داشته باشه. اما دانشجو یک سلسله صفات خاص و خاص‌تر خود را داره که کارمند نداره و کارمند صفات را داره که خود دانشجو نداره. این نوع ارتباط به نام ارتباط از ا یاد میکنیم و یک سب تایپ سوپر تایپ ریلیشنشپ هم یاد میکنیم. برای هر جدول سطح بالا و پایین یک جدول جداگانه در نظر گرفته شده که در جدول سطح پایین کلید اصلی جدول سطح بالاتر به عنوان کلید خارجی قرار بگیرند. در مثال قبلی جدول فرد فرض مثال اگر یک پرایمری کی داشته باشه که یک کلید اصلی داشته باشه پرایمری کی خود جدول فرد و هر دو جدول سطح پایین به حیث فارین کی یا کلید خارجی باید روان شد. مشکل این روش این است که برای بازیابی اطلاعات نیاز به مراجعه به دو جدول است. اول به جدول پدر بریم یک قسمت از معلوماتش باید بگیریم، بعدا به جدول پسر یا جدول سب تایپش بریم و متبقی معلومات را بگیریم. اما خوبیش است که از افزونی اطلاعات دیگه جلوگیری میکنه. همه صفات های جدول سطح بالاتر که جدول سطح پایینتر نیز آنها را داراست در جدول سطح پایینتر قرار میگیرد. اگر اقسم باشه مشکل افزونی اطلاعات با وجود میاد. روش اول میتود اول
اگر وجود داشته باشه ما میتونیم او را در این نوع ریلیشنشپ یا ریلیشنشپ سب تایپ سوپر تایپ هم به تشریح بگیریم. به صورت خلاص اگر بگوییم در جدول ER دیاگرام سه بخش خیلی عمده است که خود انتیتی یا جدول، اتریبیوت یا صفاتش و ریلیشنشپ ارتباط بین خود جداول. انتیتی را با شکل مستطیل نشان میتیم، با شکل مستطیل میان خالی و در بین خود مستطیل نام جدول باید نوشته شود و اتریبیوت یا صفت به شکل خود بیضوی و در داخل خود شکل بیضوی باید نام اتریبیوت یا صفت ذکر شود و ریلیشنشپ یا ارتباط بین جداول باید به شکل لوزی یا دایمند شیپ نشان داده شود و باید به هر ارتباط یک نام وجود داشته باشه که نام ارتباط در داخل خود ریلیشنشپ یا در داخل خود شکل دایمند شیپ نوشته شود. اگر انتیتی یا جدول ما قوی باشه به شکل مستطیل با یک خط نشان داده میشه، اما اگر شکل خود انتیتی ما یا جدول ما ضعیف باشه و یا یک وابسته باشه به شکل مستطیل دو خط نشان داده میشیم نشان میدهیم. و اگر اتریبیوت ملتی والیوت یا چندین قیمته باشه، چندین قیمته بخواهیم در صفت ما ذخیره کنیم به شکل اوول شیپ یا شکل بیضوی و دو خطه نشان میدیم. و وقتی که جدول ما ویک بود خود امکان داره خود ریلیشنشپ یا ارتباط ما ویک هب باشه، خود ریلیشنشپ ویک به شکل لوزی دو خطه یا دبل لاین نشان میدیم. در قسمت بعدی این فصل یک پروژه کار میکنیم که از خود سناریو یا جمعاری معلومات شروع، تجزیه و تحلیل نیازمندی ها و بعدا خود رسم ER دیاگرام که مرحله طراحی مفهومی یا طراحی خود لاجیکال دیزاین میتونه باشه او را به رسم میگیریم و به تشریح میگیریم. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.